این مرکز که تشریف آوردین مرکز شماره 17 واکسیناسیون کرونا هستش، ویروس کرونا، که تقریبا حدود 2 هفته میشه فعاله و در 4 لاین صبح و ظهر، صبح و عصر در 2 شیفت 12 ساعته خدمات ارائه میکنه. تمام روز هفته حتی روزهای جمعه اینجا بازه، خدمات ارائه میشه و تمام واکسن ها زده میشه. مخاطبین هم همه میتونن بیان، البته مخصوص اتباع مهاجر هم هستن، مخصوصا اتباع مهاجری که حتی مدرک شناسایی ندارن، مدرک اقامت ندارن، اینجا سهولتی براشون فراهم شده که بزنن. و این سهولت هم از طریق خیرین سلامت، اداره اتباع قم، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت فراهم شده. بنده هم مسئول اجراییشون هستن. دوستان ثبات هستن، همه از اتباع مهاجرن. کار ثبت اینجا انجام میشه. البته خدمات اینجا فقط برای اتباع مهاجر نیست. همه میتونن با حفظ رده های سنی بیان اینجا واکسنشون بزنن. همین که با تبالی یکی که با یه شماره تماس احتیاطی از خانوادهش بگید شما باشه. این افت فشار طبیعیه برای بعضی افراد، بیشتر مسئله ذهنیه، نه که واکسن هراسی خیلی باب شده. وقتی میزنه احساس میکنه که چی شده، که 2-3 مورد مطالعه داشتیم ولی مسئله خاصی نبوده، زود حالش خوب شده. بشه. تا جایی که من اطلاع دارم حدود 16% جمعیت قم و اتباع مهاجر تشکیل میدن و تا حالا 23% مراجع کننده های اینجا هم اتباع مهاجر بودن. یه بالانس توازنی وجود داره ولی توقع ما اینه که اینا بیشتر مراجع کنن. من همینجا از فرصت استفاده کنم، کسایی که حتی مدرک اقامت قانونی هم ندارن خیلی راحت میتونن اینجا بیان واکسنشون بزنن. البته باید مدارک شناسایی اولیه‌ای که دارن، هرچی که دارن، مثلا تذکره دارن، پاسپورت دارن، کارت آمایش دارن، یه چیزی که تثبیت هویت بشه، میتونن برن به مرکز بهداشت محل زندگیشون، اونجا یه کدی بهشون میدن، بیان ما اینجا واکسنشون میزنیم، هیچ مشکلی براشون نداره. حتی کسایی که هیچ مدرکی هم نداره با اتشه یا رایزن مهاجرین سفارت افغانستان توی تهران صحبت کردیم، اونا هم گفتن کسایی که از هیچ مدرکی هم ندارن بیان سفارت، ما بهشون هویت موقت معرفی میکنیم که بتونن واکسنشون بزنن. فعلا که تازه تو کار اعلان تازه اینجا باز شده، اینقدر اعلانات نیست. مردم مثلا کسی میاد میزنه، یه شخصی میاد اینجا واکسن میزنه، اون بعد برای آشناها دوستاش کسی میشناسه اینو خبر میکنه اینجا میاد. من خودم دانشجو پزشکی هم، سال دوم در دانشگاه سمنان درس میخونم ولی خب ساکن قم هستم. اینجا دانشجوهای اتبا بیشتر اومدن اینجا به عنوان پرسنل، دارن همکار واکسیناتوری انجام میدن، همکار ثبت اطلاعات مراجع کننده ها. اینجا با توجه به اینکه منطقه شهر قائم هست، ما اومدیم اینجا چون بیشتر اتباع افغانستانی توی این منطقه از قم ساکن هستن. تا یک روز نباید فیس بشه، همون نباید بریم. اگه درگیر روز اول بود تا اینجاست دیگه، اینجا نباید فیس بشه. روز اول اگه درگیر روز اول کیسه یخ میداره روش از روی لباس، چون نباید فیس بشه دیگه. روز دوم گرمشه، با حوله گرم.